سلام علی هاشمی هستم به کلاس من بیناییت خوش اومدی در این ویدیو آموزشی قرار بریم سراغ ادامه ی حل سوالات کنکور تجربی در دی ماه 1401 ویدیو اول امیدوارم نگاه کرده باشی سوال تو دهتای تای اول که خوب بود خدا وکیلی تقریبا جوک متمایل به جوک یه ذره متوسط بود اگر دیده باشی حتما با من موافقی بریم ببینیم ده تا سوال دوم آیا به همون آسونی اولیا بوده یا نه راه خلاقیت به خرج گفته در شکل زیر مساحت مثلث آب سه برابر بوده با هفت ممیز دو رادیکال سه فاصله نقطه دی از نقطه سی قرار چی بشه خب آقا مساحت مثلث فرمولش بود یک دوم حاصل ضرب دو زل ضرب در سینوس زاویه بینش پس من بیام اسم اینو بذارم آ بگم جناب مساحت من برابر خواهد بود با یک دوم ضرب در آ ضب در چه میز 8 ضب در سینوس بینشون یعنی سینوس 6 درجه که میشه رایکال سه دوم. این برابر بوده با ه میز دو رادیکال سه که طرح امدن رادیکال سه داده. دو طرف رادیکال سه ها رو با هم دیگه ساده کنیم؟ آب دست بیاریم. خب خبا برابر خواهد بود به 6. آب دست اومد 6 حالا که آب برابر شده باشیش اینو پاک کنم پس اینجا بنویسم 6 پس این بند خدا هم میشه 6 بهترین کاری که میتونی انجام بدی اگه ویدیو هندسه ها رو دیده باشی اینه که آقا بیا یه خط اینجا عمود کنی یه خطم اینجا عمود کنی این بهترین کاریه که میتونی انجام بدی اسم بذاری دیگه اینو مثلا بذاری x این بنده خدا رو بذاری y یا بذاری a بذاری به, به, آ به هر جور دوست داری حساب و کتاب کنی خب من میخوام برم سراغ محاسبه x هم مثلا اون وقت x من برابر با چه خواهد بود میشه آسینوس سینوس 60 درجه قبوله یا نه مثلثات کلاس دهم ده x میشه آسینوس سینوس 60 درجه y چی میشه خب y هم دوباره میشه آسینوس سینوس 60 درجه به جای آ هم که خود همون 6 رو جایگزین کنیم بهتره پس بگیم 6 تا سینوس 60 درجه اینم 6 تا سینوس 60 درجه خیلی خوب سینوس 60 درجه میشد رادیکال 3 دوم ضرب داره 6 یعنی 3 رادیکال 3 این یکی دیگه هم شده 3 رادیکال 3 x بوده 3 رادیکال 3 y بوده 3 رادیکال 3 سوال ازت از چه میخواد سی دی یعنی توی مربع خوشگلی که تو داری اندازه قطرشو میخواد مگر اندازه قطر برابر نبود با یه زلزله در رادیکال دو پس سی دی می شود سه رادیکال سه زب داره رادیکال دو یعنی سه رادیکال شیش جواب صحیح خواهد بفرمید این از این یکی. خب این اولین سوالش که همون کتاب درسی کلاس دهم ده جانمون بود محاسباتش هم که داری خود میبینید چقدر طولانی و زیاد بوده بریم بعدی گفته کمترین فاصله بین دو مقدار جواب‌های جواب های معادله چی میشه این معادله مثلثاتی کلاس دهمه ده چیکارش کنم میگم آقا این کوسینوس این چرا رفته رو هایلایت اوکی پس کوسینوس بر روی یک به علاوه سینوس اگه بخوام ساده کنم بیام صورت و مخرج رو در یک منهای سینوس ضرب کنم یعنی مزوج مخرجم ساده تر میشه دیگه اون وقت این برابر است صورت می شود کوسینوس در یک منهای سینوس مخرجم که یک منهای سینوس در یک بلاوی سینوس تاد مزوجه میشه شه یک منهای سینوس دو یعنی کوسینوس دو قبول داری؟ خب الان کوسینوس صورت با یکی از این مخرجها ساده بشه میشه یک منهای سینوس به روی کوسینوس خب سوال تمام شد دیگه الان چون سمت چپی بوده یک منهای سینوس به روی کوسینوس سمت راستیه بوده یک به علاوه سینوس به روی کوسینوس وقتی مخرج ها برابره باید صورت ها هم برابر باشه یعنی یک منهای سینوس با یک به علاوه سینوس برابره خب این دوتا هم وقتی میتونن برابر باشن که سینوس صفر باشه دیگه حالا که سینوس صفره حالت خاص معادل مثلثاتی بود ایکس میشد کاپی فاصله بین جواب ها پیت هست دیگه چون اگه به جای کار صفر بذاری بعد یک بذاری اختلاف میشه پیت یا یک بذاری دو بذاری بازم اختلاف میشه پیتا پس فاصله بین جواب ها برابر خواهد بود با پیتا سال قشنگ موافقی تو هم با من بریم سراغ بعدی گفته لگاریتم ام در پای ان باشه آ این یکی هم باشه بی آم از صفر بیشتر باشه جسته ای بی چی میشه ببین تو این چند مجهولی ها تو میتونی برای راحتی کار خودت بیای به جای یکیشون عدد بذاری مثلا من به جای ان میام میذارم ده چه اشکال داره هیچ چون شما که تر را شرط خاصی نگفتی پس من این اجازه رو دارم به جای ان هم ده بذارم خب ام رو با توجه به ان حساب کن پس ببین چه جوری می نویسم؟ میگم آقا لوگاریتم ام در پایه ده در حقیقت مساوی بوده با آ خب حالا میخوام برم سراغ قسمت دوم داستان یعنی این رفیقه خب تو قانون تقسیم لوگاریتم ها یادته میتونم این رو بگم خط کسری بالا بگم لوگاریتم M2N پایین بگم لوگاریتم ام ان آره یا نه خب این برابر خواهد بود با ببین m دو n رو یعنی بگم دو سال لگاریتم m اون لوگ n هم یعنی لوگ 10 میشه یک. پایینم دوباره میشه بعد لوگ m لوگ n یعنی لوگ 10 دوباره باز میشه یک قبوله خب این بنده خدا حالا چی میشه این بنده خدا در حقیقت برابر است با چون لوگ m بوده a بوده دو a به علاوه یک این هم آی به علاوه یک من میگم این عبارت یعنی دو آی به علاوه یک تقسیم بر آی به علاوه یک هیچ وقت به دو نمیرسه مثلا محاله بشه دو چرا؟ چون اگر بهش نگاه کنی حد تو بینایتش دوه وقتی ایکس بر... وقتی بره به سمت بی اون وقت بزرگ صورت دعای بزرگ مخرجم آ دعا به روی آ میشه دو پس ته, ته 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 قصه است قصه که هیچ وقت بهش نمیرسی دوه در حقیقت این عبارت همیشه یک و خورده یک و ای جواب جزئیش همیشه چند میشه همیشه میشه یک پس حاصل برابر با بر 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 یک دیدی چقدر سوال خوشگلی بود همین تمام شد یعنی که خیلی باحال بوده سوالاش به نظر من خیلی دوست داشتنی بوده پس اومدم به جای اینم ده گوشتم بعد عبارت هم ساده کردم دیگه اصلا فکر نمی کردم محاسباتش اینقدر آسون باشه دست تر راه درد نکن بریم سراغ بعدی گفته کوچکترین ضریب تغییرات دستایی ستایی از اعداد زوج متوالی دو رقمی با رقم دهگان یکسان ببین ضریب تغییرات یعنی سی وی فرمولش چی بود بود انحراف معیار برو میانگین وقتی این کوچیک ترین میشه که میانگینت خیلی بزرگ باشه پس باید بزرگترین عددها تو انتخاب کنی یعنی چند تا انتخاب کنم 94 96 98 قبول داری پس عددهای من در حقیقت بوده 94 96 و 98 من کوچکترین ضریب تغییرات رو میخوام پس باید بزرگترین اعداد دو رقمی رو انتخاب کنم از اینجا که داره جیغ میزنه میانگین برابر با 96 تو اصلا نیازی نیست میانگین رو حساب کنی فقط میخوام برم سراغ واریانس خب واریانس چی بگم میگم آقا واریانس برابر بود با یک سوم پرانتز دونه دونه داده ها منهای میانگین به توان دو یعنی چهار تا به علاوه صفر به علاوه چهار تا این بنده خدا بوده هشت سوم پس جناب انحراف میار میشود رادیکال هشت سوم که اگر بخوای سادش کنی هشت یعنی چهار زبدر دو میشه دو رادیکال دو سوم خب بیا جای گذین کن این برابر است دو رادیکال دو سوم تقسیم بر نود و تا خب برابر خواهد بود با حالا ساده بازی را بندازیم این جناب دو با این جناب نود و ساده بشه میشود چهل و هشتا پس این بالا دارم رادیکال دو اینجا هم دارم چهل و هشتا رادیکال سه موافقی؟ خب داریم تو گزینه نه اگر بیام صورت و مخرج و زبدا رادیکال دو کنم چی؟ عجب بدجنسی کرده این دفعه صورت رو گویا کرده اون وقت صورت می شود دو مخرج می شود چهل و هشتا رادیکال شیش 2 با 48 ساده کنیم میشه 24 تا پس میشه 1 به روی 24 رادیکال 6 1 به روی 24 رادیکال 6 یعنی گزینه چه؟ ایناش شد جواب حل سوال خوشگلی بود یا نبود انصافا کوچکترین ضریب تغییرات میخوام پس باید بزرگترین میانگین رو داشته باشم یعنی بزرگترین اعداد زوج دو رقمی رو باید انتخاب کنم میشه 94 و 96 و 98 خب وقتی سه تا عدد متوالی دارم پشت هم دیگه معلومه که میانگین 96 یعنی عدد وسطیه حالا واریانس میخوام واریانس میشد یک سوم اختلاف تک تک داده ها منهای میانگین به توان دو یعنی چهار صفر چهار. پس هشت سومه یعنی انحراف معیار رادیکال 8 سومه جذر هشت میشه اول دو رادیکال دو این سه رو چرا یادم رفت بذارم ناش. نگیاش نمیچاره اینو نزشتی خب پس شد دو رادیکال دو اینجا هم رادیکال سه بعد اومدم گفتم رادیکال دو بروی 48 رادیکال سه خب با توجه به اینکه تو گزینه ها نیست اومدم صورت و مخرج رو در رادیکال دو ضرب کردم تا جواب ایدئال تر را ساخته بشه بریم بعدی ببینیم گفته اگر در ریشه ای از معادله این بند خدا حد این تابه موجود باشه و تابه در نقطه پیوسته نباشه خب ریشه مخرجشه دیگه فقط تو ریشه مخرجه که میگیم پیوسته نیست ولی حد داره پس x برابر با یک حالا که x شده یک تو معادلم اگه به جای x هم یک بذارم میشه پنج منهای a به علاوه بی مساوی با صفر تو صورت هم باید به جای هم یک بذارم دیگه یعنی یک به علاوه a به علاوه بی مساوی با صفر دستگاه دو معادله و دو مجهول آب دست میاد آ می شود دو بی هم که برابر خواهد بود با منفی سه حالا گفته بگو حاصل این عبارت چی میشه جناب B یعنی منفی سه منهای دو ها یعنی منفی چهار این هم تقسیم بر سه جواب برابر خواهد بود با منفی سه من نمیدونم یه خودت بگو این سوال چه جوری از نظر زریب سختی من اصلا نمیتونم راجعش حرف بزنم اینقدر کتاب درسی بوده که اصلا دیگه حرف زدن راجبش بی قبول بریم سراغ سوال بعدی گفته این بند خدا روی بازه یک تا پنج پیوسته است برای یک پیوستگی راست برای پنج پیوستگی چپ باید بررسی کنیم بریم اول سراغ عدد یکمون خب آقا اگه یک و بالا جای گذین کنم می شود تانجانت سه پی چهارم همون تانجانت پی چهارم فقط تو رو به دوم میشه منفی یک برابر با تو وسطیه اگر بیام به جای ایکس هم یک جای گذین کنم میشه سف سف رو باید تجزیهش کنم چون ایکس از یک بیشتره پس داخل قدر مطلق من قاعدتا مثبته تجزیهش چی میشه x اینجا x ضربش میخواد دو بشه جمعش هم یک با توجه به اینکه جمع یکه پس این مثبت و این منفی مخرج عبارت هم که بوده آ یک من های x ببین صورت و مخرج رو اگر با هم دیگه ساده کنم یه منفی باید بذارم اینجا دیگه و بعد اگه به جای x هم بیام یک بنویسم چی میشه؟ اگه به جای x هم یک بذارم آقا میشه منفی سه به روی آ پس از اینجا آ میشه سه با منی دیگه یعنی قشنگ میبینی که اینا چه جوری آسونن بریم سراغ اون یکی عدده دیگه یعنی پنج خب پنج رو اگر تو پایینی بیام جایگزین کنم که میشه ده تا بی فقط پنج گذاشتم دیگه اگه پنج رو تو وسطی جایگزین کنم اون وقت میشه بعد منفی هفت سوم حواست باشه به جای آ هم چند جایگزین کردم سه جایگزین کردم از اینجا رفیقمون بی هم به دست میاد میشه منفی هفت سیوم سوال چی میخواد گفته آ ضرب در بی چی میشه یعنی منفی هفت دهم ده گزینه یک جواب صحیح خیلی سال آسونی بود یعنی فکر میکنم حد اینه که تو امتحان نهایی هم همینجوری میاد سختتر نبود واقعا واقعا چیز خاصی نداشت بریم بعدی گفته <تص>? این <تص> بنده خدا رو دارم کمترین مقدار صحیح بی چه میشود خب اگه بیام به جای عدد خودم پی سوم جایگزین کنم می شود آ در کسینوس پی سوم یعنی آ در یک دوم منهای این جناب سینوس پی سوم یعنی رادیکال سه دوم با توجه به که جواب بی شده این بوده صفر پس آ برابر خواهد بود با رادیکال سه این که از آ جواب بی دیگه پس مخرج صفره حواست باشه که از پی چارم به بعد سینوس بزرگتره یعنی این بزرگتره خب اگه این بزرگتر باشه پس مخرج عبارت من صفر منفی بوده اگر حاصل بخواد بشه مثبت بینا... اگه حاصل بخواد بشه منفی بی نهایت پس صورت حتما باید یه عدد مثبت باشه خب توی صورت اگر که این جناب پی و و جایگزین کنم به جای آن بذارم رادیکال سه میشه رادیکال سه زب در پی به علاوه B این حتما باید بزرگتر باشه از صفر گرفتی قصه چی شد؟ پس میگم آقا پی سوم راست فرقی نداره چون شما از 45 درجه رد شدی سینوس زورش بیشتره یعنی مخرج منفیه پس صورت حتما باید مثبت باشه تا اینجای قصه حالا که صورت مثبته به جای آ گذاشتم رادیکال سه پی سومم هم که خودشو نوشتم به علاوه بی بزرگتر از صفر ببین پی بوده سه و خورده ای درسته پی عدد پی چند بود سه ممیز چارده دیگه پس الان اگر بخوام بیام جایگزین بازی برای خودم انجام بدم میگم این جناب بی من باید بزرگتر باشد از چی الان دقیقا؟ سه و خورده ای یا پس اینجوری بگم دیگه بگم رادیکال سه منفیشم بذارم براش منفی رادیکال سه یعنی تقریبا یک و هفت اینم ضرب در اینم سه و چارده تقسیم بر سه یعنی میشود منهای یک و خورده ای. من کمترین مقدار ممکن برای بیو میخوام حساب کنم پس کمترین مقدارش میشود منهای یک قبول داری کمترین مقداری که میتونم براش حساب کنم منهای یک چون این بنده خدا منهای یک و خورده یه دیگه کمترین مقدار قابل قبولش میشود منهای یک حل پس اینم که سوال فوق العاده خوشگلی بود بریم بعدی رو هم دیگه نگاه کنیم سوال بعد گفته حاصل ضرب بیشترین و کمترین مقدار این بنده خدا بوده رادیکال دوازده اول مشتق بگیرم ریشه رو به دست بیارم f پرین x برابر خواهد بود با یک به روی دو تا رادیکال x منهای دو به روی دو تا رادیکال a منهای دو x این بنده خدا شده مشتق من مساوی بذارم با صفر در نتیجه طرف این وسط این بازی اگر کنم نتیجه میگیرم که رادیکال a منهای دو x برابر است با دوتا رادیکال x دو طرف عبارت رو به توان دو برسونم آمنهای های دو x برابر خواهد بود با چهار تا x از اینجا میتونم a به دست بیارم x رو به دست بیارم از میخوام x برابر خواهد بود با a شیشم پس x بر حسب a حساب شد حالا باید f a شیشم رو حساب کنم یعنی به جای x هم a شیشم جایگزین کنم خب اگر این کار کنی اولی که بوده رادیکال آ شیشم به علاوه بعدی هم که میشه رادیکال دو تا آ شیشم قبول داری؟ دو تا میکنم چرا یه ضرب اینجوری نوشتم خودم هم نمیدونم به علاوه یه رادیکال آمنهای آ منهای آ سوم یعنی میشه دو تا آ سوم خب اینم پاک کنم که اینجا جا بشه پس این برابر شد با رادیکال آ شیشم به علاوه رادیکال دو تا آ سوم بگم چهار تا آ شیشم چون مخرج مشترک بازی میخوام کنم چهار رو میارم بیرون میگم میشه دو پس میشود دو تا رادیکال آ مخرجم که رادیکال شیش دو تا رادیکال آ شیشم با اون یکیه بشه ست پس اگر بیام آ شیشم جایگزین کنم میرسم به سه تا رادیکال آ به روی رادیکال شیش این جواب اولی عبارت من خب ریشه ها من باید حساب کنم دیگه یعنی یه بار ریشه اینو حساب کنم یه بار ریشه اینو حساب کنم و جایگزین کنم ریشه اولی که صفره اگر صفر رو بیام جایگزین کنم میشه رادیکال آ ریشه بعدی آمنهای های دو و برابر با صفر بذارم ریشم میشه آدوم و اگر آدوم جای جایگزین کنی خب رادیکال A حالا بین این عبارت هایی که من اینجا دارم بیشترین و کمترینش چیه اینا این دوتای دیگه قبول داری خب حالا چی گفته گفته حاصل ضرب بیشترین مقدار در کمترین مقدار مساوی بوده با رادیکال دوازده این دوتا را اگر در هم دیگه ضرب کنم چی میشه؟ صورت سه که خودش رادیکال آ در رادیکال آ میشود آ رادیکال 6 در رادیکال دو میشود رادیکال دوازده این مساوی بوده با رادیکال دوازده پس معلومه که آ مساوی با 4 دیگه چون طرف این وسط این کنی سه آ میشه دوازده آ برابر خواهد بود با چهار این بند خدا کاربرد مشتقش هم به نظر خوشگل میومد بریم بعدی رو نگاه کنیم گفته خط دی در نقطه منهای یک و پنج بر نمودار تابع F مماس هست یعنی نقطه تو F صدق میکنه شی به خط دی منهای دوم پس من میتونم معادله دی رو برای خودم بسازم چون ایگرگ برابر است با AX به علاوه بی یعنی منهای یک دوم X به علاوه بی بیام نقطه منهای یک و پنج رو جایگزین کنم یعنی X رو منهای یک بذارم و ایگرگ رو پنج ببینم B برابر با چه خواهد شد B میشه نه دوم پس Y میشود منهای یک دوم X به علاوه نه دوم این شد جناب خط D من حالا چی میگه؟ میگه که اگه جه ایکس باشه این بند خدا مقدار جپرین منفی یک چی میشه خب قرار مشتقگیری کنم فقط یه ذره خوشیلتر می نمیسمش میگم جه ایکس برابر با رادیکال x فرج سه یعنی x به توان یک سوم این میخواد ضرب بشه در منهای یک دوم x به علاوه 9 دوم موافقی یعنی در حقیقت منهای یک دوم در x به توان این یک بوده اونم یک سوم بوده با هم جمعش کنم میشود چهار سوم پس یک دوم x منفی توان چهار سوم بعدی هم به علاوه نه دوم x به توان یک سوم حالا مشتق گرفتن دیگه خیلی کار خوبی شد جپرین x برابر خواهد بود با توان رو بردارم ببرم پشت می شود منفی چهار شیشم یا منفی دو سوم پس منفی دو سوم x به توان چهار سوم منهای یک یعنی یک سوم بعدی دوباره بره پشت یک سومه با اون نه دومه ساده بشه می شود سه دوم x به توان منفی دو سوم که اگر بیای به جای x های خودت منفی یک جای گذین کنی اون وقت این بند خدا برابر خواهد بود با اولی منفی یک بهت میده در منفی دو سومه میشه مثبت دو سوم بعدی هم که قطعا مثبت میده چون توان دو داره یعنی سه دو و مخرج مشترک شیش بگیری سیزده شیشم برابر با جواب صحیح خواهد بود برای این سوال که به نظر این هم سوال خوبی بود و قابل حل بود عملا و اما بعدی چی داره میگه؟ میگه سه عدد را به طور متوالی و بدون جایگذاری از میان اعداد یک تا این انتخاب میکنیم احتمال اینکه عدد سوم ده باشه یک پونزدهمه خب ببین احتمالش بوده یک انوم این بند خدا شده یک پونزدهم یعنی ان مساوی به 15 بود دیدی چقدر راحت به دست اومد ان و چی شد یه بار دیگه من ان تا عدد داشتم احتمال اینکه ده در بیاد یه پونزدهمه یعنی چند تا عدد بوده پونزده تا عدد بوده دیگه n 15 است حالا که n 15 است یعنی اعدادمو چه جوری بنویسم بگم آقا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده پونزده پس این اعداد من بوده حالا چی گفته؟ در انتخاب تصادفی سه عدد بدون جایگذاری از میان همین اعداد با کدام احتمال فقط عدد سوم شود مذرب سه یعنی عدد اولی که انتخاب می کنم مذرب سه نباشه بعدی هم مذرب سه نباشه و بعدیش مضرب سه باشه خب کیا مذرب سه نیستن الان مذرب سه نیستن ها رو حساب کن برام میگم آقا این دو تا سه تا چهارتا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا 9 تا ده تا ده تا عدد دارم که مذرب سه نیستن پس احتمال من اون پی آی که میخواد برابر خواهد بود اولی مذرب سه نباشه احتمالش 10 تا از پونزد بعدی هم مزرب سه نباشه نه تا از چار, چار تا بعدی میخواد مضرب سه باشه خب چند تا مونده پنج دیگه از چند تا از سیزده تا این بند خدا می شود جواب صحیح یعنی پونزده نود یکم تمام شد و رفت پس پونزده نود یکم شد جواب صحیح برای این سوال قشنگ متشکرم تا انتهای ویدیو همراه من بودید امیدوارم که کلاس براتون مفید بوده باشه پارت سوم از دست ندید خدا نگهدارم